آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. An action thriller based on the cultural history of Afghanistan. A former freedom fighter attempts to avenge his brother's death against the backdrop of a country fighting to maintain its freedom and territorial integrity. A complex and fascinating history points to a wealth of potential for the country with a vivid past. Available online at www.khalilromani.com/book. د بخون کی او مهربان خدای پنامه ډیرو معزز لیدونکو د دواړو جهانو سعادت مو په نصیب شه. بیا هم ډاکټر رحمانیم د سایکولوژي اجنګ پروفیسر د رواني امراضو متخصص او معالج استاسی د معزز دوستانو په خدمت کې خپل پروګرامونه د آریانا افغانستان د تلویزیون د جهانی شبکې د طریق نه دا سان فرانسکو بیریانا تقدیمو. مونږ امید لرو چې دا پروګرامونه زمونږ د ټولو معززو لیدونکو لپاره د دوی د کورنۍ د غړو لپاره او د افغانستان د مظلوم ملت لپاره د مرهمو د پټیو حیثیت ولري. باور کوي چې په همدې خاطر باندې زه راځم ستاسی د معززو دوستانو سلامونه، احترامات، دعاګانې چې د ټلیفون، ایمیل او د نورو طرقو نه یې کوئ مادي ته مجبوری چې زه خپل کار پرېږدم. همدا اوس په سان فرانسکو کې د ورځې 2:15 یعنې د ماسپښین 2:15 دي چې دا زموږ د کار وخت دی. اما ستاسی رواني سالمتیا او فزیکی سلامتیا ما ته ډېر زیات ارزښت لري او په همدې لحاظ باندې زه خپل کلینیک او خپله معاینه خانه پرېږدم ستاسی د معززو حضور ته حاضرېږم. مونږ په دې امید یو چې دا پروګرامونه زمونږ د دوستانو د خوانه نه تنها دا چې په مادي لحاظ باندې بلکې په معنوي لحاظ باندې تقویه شي. دا پروګرامونه ستاسی په خاطر دي، لکه څنګه مې چې په کراتو باندې ویل په دې پروګرامونو کې هیڅ نوه نژادي، لسانی، سمتی او مذهبي تبعیضات وجود نه لري. دا پروګرامونه د ټولو هغو دوستانو دپاره چې هغوی د رواني امراضو سره لاس او ګریوان دي، د هغوی د رواني سالمتیا په خاطر باندې خپرېږي. دوستانی نهایت گرامی، امیدوارم که با فامیل های عزیز صحتمند و سالم و آرام باشه. بازم دکتر رحمانی استم، متخصص و معالج امراض روانی و اجنگ پروفسوری سایکولوژی در خدمت شما دوستان گرامی. برنامه خود از طریق شبکه جهانی تلویزیونی آریانا افغانستان از منطقه سان فرانسکو کالیفرنیا نشر میکنیم. دوستان گرامی، یک تعدادی زیادتان خواهش کردین که پروگراما در روی فیسبوک باشن. با اساس خواهش مکرر دوستان گرامی این پروگرام فعلا سر فیسبوک هست، لایو است. شما میتونین که مستقیما بر ما تلفن کنین از طریق فیسبوک یا مستقیما از طریق تلویزیون، خصوصا اگر از طریق استودیو تلفن کنین ما بسیار خوش میشیم. و یک تعداد دوستان کثیر با کلینیک ما تلفن میکنن. شما لطفا با کلینیک تلفن نکنین،
گذاشته ما سکرتری و ستافی افغان داشتیم آلی امریکای دو جا کار میکنن با و نی فارسی میفهمن و نی پشتو. شما لطفا کوشش کنین مستقیما تحت نام روانشناسی خانواده یعنی استودیو در موجه نوشتش 502-500-4580 به این نمبر برای ما تلفن کنین، ما انشالله در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در رابطه یه سوالی که چرا اتحاد کردیم که اتحاد نکنیم، ما بارها گفتیم که سوال باندازه مغلق است که شاید رویش کتاب ها نوشته شود و کتاب بازم در عرض کنم که کتاب ما که با لسان بسیار سلیسی انگلیسی نوشته شده با تمام جوانایی که در اروپا، کانادا، امریکا تولد شدن و زندگی میکنن از کلچر، از لسان، از انانات خود فاصله داشتن و یا یکی فاصله دارن و انانات خود درک کردن نمیتونن، مسائل مذهبی، عقیدوی، کلتوری. ما فکر میکنیم این کتاب بهترین یک پرسکریپشن است، بهترین یک تابلیت است با تمام جوان ها. و این به مفهوم نیست که تنها برای جوان ها، بلکه بر تمام کلانسال ها، کسانی که میتونن کتاب بخوانن ما تشویق میکنن کتاب بگیرن از طریق amazon.com amazon.com به این صفحه کمپیوترتان برین، این کتاب در روی امازون میتونن از یک جلد گرفته تا 1000 جلد برای خود، برای فامیلیتان، حتی دوستانی که ارگانیزیشن دارن. برای ما چند تا دوست از اروپا تلفن کردن میخواستن که این کتاب ها رو بگیرن و توضیح کنن با تمام امو اعضای ممبرشپ ارگانیزیشن خود. بر صورت این کتاب در این زمان ما در پروگرامی گذشته خودم گفته بودم که از طرف یک جوان بسیار نازنین به نام عطا الرحمن هدایت که از فامیلی جناب خادم صاحب است به لسان زیبای پشتو ترجمه کرده و این کتاب تقریبا 1000 جلدش به شکل رایگان در تمام کتابخانه‌های افغانستان و حتی کتابخانه‌های پشاور پاکستان هم یافت میشن. شما میتونین که ترجمه پشتویشان از کتابخانه های افغانی و پاکستانی دریافت کنین. معزز و لیدون که اگوی چی کتابی اخسته دی خدای دی تاستا عزت درکی، اگوی چی کتابی تروس پر نده اخسته زد تاستا شخوم چی دا کتاب لکه چنگ بچی مخ کی ویلی بهترین یو معلوماتی نسخه دا دو زوانان رو بخاطر باندی، اگوی چی اولادونی پا امریکا، کانادا، اروپا کی لوی شویدی د خپل کلچر، مقدسات او عقیدوی مسائل نه لري پاتې دي، دا کتاب بهترین یو نسخه ده د هغوی ځوانان دپاره تر څو د کتاب د پاڼو د تاریخ نه، د کتاب د لوستو د تاریخ نه دوی خپل ځان وپیژني. پس په دې خاطر باندې زه ټول والدین، ټول دوستان دعوتوم چې دا کتاب واخلی. تاس کولی شئ چې amazon.com ته مستقیما لاړ شئ او په AMAZON د کمپیوټر ته خپل لاړ شئ، په هغې کې amazon.com وای، کولی شئ زما نوم نوشته کوي ډاکټر خلیل رحمانی، یا دا چې د کتاب نوم Where the Bear Met the Lion دا نوشته کوي. تاسو کولی شئ دا کتاب یو جول، لس جول، د سل جول، د زر جول، د هر څومره چې غواړئ تاسو آرډر ورکړئ. یعنی زمان که مخکې مې په دري ژبه باندې عرض وکړ چې دا کتاب د یو ځوان د طریق نه چې واقعا هم ډېر یو روشن فکره شخصیت دی، عطا الرحمن هدایت، چې د محترم خادم صاحب د کورنۍ نه دی، دوی په پښتو ژبه باندې ترجمه کړی دی او دا کتاب په چاپ رسیدلی دی په پښتو ژبه په تقریبا په حدود د 1000 جلدو کې په رایگان ډول د افغانستان په کتابخانو کې، عمده کتابخانو کې توزیع شوی دی.
البته دوستان چې دا پروګرامونه په افغانستان کې ګوري زه تاسو تشویقوم چې دا کتاب د عمده او کتابخانو نه تاسو ولټوئ په نامه د Where the Bear Met the Lion چې په پښتو ژبه باندې ترجمه چیرته چې یږې د زمري سره وکتل دا عنوان دی تاسو کولی شئ د دې کتاب نه مستفید شئ بیا هم د ټولو معززو لیدونکو نه چې کتاب یې اخیستی دی د هغوی نه شکرګزار یم او د امازون ډاټ کام په سر باندې خپل ذهنیتونه خپل نظریات لیکلي دي واقعا هم چې دا زموږ ستاسو د ټولو دپاره د افتخار وړ مسئله ده البته د وحدت ملی یا مخکې دوستانو تلیفونونه را کړي وو ویلي چې زه د وحدت ملی په ارتباط باندې خبرې وکړم ما عرض کړی وو چې د افغانستان ملت یوازنی پرسکرپشن ته یوازنی تابلیت ته چې هغه ضرورت ته نن د افغانستان په ملت کې هغه اتحاد او همبستګي ده زه تاسو ته اطمینان درکوم شاید سیاستمداران بیرونی منابع او داخلي منابع او مختلف منابع د افغانستان په جنگ کې دخیل وګڼي زه شخصا په دې فکر یم که چیرته د افغانستان د ملت فرد د مظلوم خلکو نه فرد خپل وجدان ته سفر وکړو او خپلو شخصي خلاو ته متوجه شو او په ډیر جرأت باندې دا خلاوې په خپل ژوند کې کومې چې موږ لرو قبول کړو او د دې د منځه وړلو دپاره جرأت وکړو تر څو په نتیجه کې موږ د یو کریم او باوقاره انسان په شکل باندې تبارز وکړو زه تاسو ته اطمینان درکوم دا به یو داخلي بدلونی چې په بیرونی شکل باندې په ټولنیزه شکل باندې به تبارز کوي زمونږ په اوسنی سیاسي صحنه کې داسې څه خودخوا او ظالم سیاستمداران دخیل دي چې هغوی غیر د خپل ځان نه نه ملت پیژني نه خدای پیژني د خپل قدرت نه د پیسو د جمع نه یعنی زه نه پوهیږم چې دوی څنګه خپل وجدان ته دوی جواب ورکوي او اکثره اوقات زه اورم د بعضې مریضانو دوستانو مختلفو خلکو نه یعنی دوی چې خدای ته لاړ شي د دوی جواب به خدای ته څه وي دغه پیسې چې د افغانستان د آبادۍ او د استقلال د تعالی په خاطر باندې د بیرون نه لیږل کیږي او دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې په خپلو منځونو کې د قدرت د یعنی د ساتنې په خاطر باندې تقسیموي دا واقعا چې یو ډیره غټه ضایع ده زما د پخوا ډاکټر صاحب سرایا خادم تلیفون را کړی او پروګرام ته ویلي چې واقعا یو ملي قیام باید وشي زه شرافتمندانه د دې ذهنیت سره کاملا توافق لرم چې د هغو کسانو په مقابل کې چې هغوی زورمند دي هغوی قدرت طلب دي هغوی خپل ځان د خدای او د ملت نه بهتر ګڼي د هغوی په مقابل کې باید یو ملي قیام په افغانستان کې صورت ونیسي په صورت باندې اتحاد او یووالی بهترین تابلیت ته زموږ د ملت لپاره او دا اتحاد زموږ د فرد نه شروع کیږي بر صورت دوستان گرامی ما میفهمیم که یک تعداد کثیری ما شما زخم های سایکولوژیکی داریم و این سایکولوژیکل انجریز که ما برشان میگیم با اشکال مختلف در زندگی فرد ما در زندگی فامیلی ما و در زندگی اجتماعی ما تبارز میکنه سوالات زیادی شده و ما از تمام دوستان گرامی که دو هفته پیشتر البته عید بود تلفن ها کردن ما نتانستم که برشان پس تلفن کنم عیدی گذشته ایتان مبارک و امیدواریم ایست که خداوند در زندگی فردی تان در زندگی فامیلی تان صحتمندی و سلامتی و سعادت نصیب کنم بر صورت سوالات زیادی داریم و ما فکر میکنم که یکی از دوستان گرامی یک خواری گرامی
در رابطه دختری 24 ساله خود بازم گریه کرده و شکوا کرده و فغان کشیده و گفتن که متواتر از طرف شو از خانه می برایه و بعد از یعنی ساعتای 11 بجه شو 12 بجه شو از خانه می براین، ساعتای 4-5 بجه پس به خانه می این، وجودشان بوی الکل و بوی مواد مخدر می تن و یا نمی فهمن که چی کنن امرایشان، در حالی که چندین بار پدرش سرش غصه کرده و پدرش از طرف پلیس هم بندی شده. سوالی بسیار بجاست و ما می خواهیم به سوالی همشیره گرامی هم رسیدگی کنیم، اما در این زمان سوال شده در رابطه ای از ای که اولادایی که درگ می کشن، درگ می کنن، که یک تعداد کثیری جوانا با تاثر بگویم در مکاتب خود چرس و مروانا، یعنی سال انده در کالیفرنیا مروانا لیگالایز میشن، یعنی قانونی میشن. از جنوری 2018 مردمی که مروانا میکشن میتونن مستقیما در پیشوی مردم بکشن، که واقعا یک زایی بزرگی است برای جوانا. چرا مروانا ما من حیثی دکتری امراض روانشناسی باید بگویم که امو جای مختصی مغز ما شما که به نام هایپوتالامس یاد میکنن او را متاثر میسازن. هایپوتالامس یک بخشی از مغز ما شماست که از ناخون انگشت ما شما، انگشت کلان ما شما، از ناخونش زیادتر نیست، اما اینمی بخشی مغزی است که تمام یعنی احساساتتان، تمام یعنی هنگر که میگن، یعنی گشنگیتان، تشنگیتان، مسائل جنسیتان، تمامی مسائل توسط هایپوتالامس کنترل میشه. پس زمانی که یک کسی چرس میکشه مستقیما این منطقه متاثر میشه و بالاخره این شخص امکانات زیادی وجود داره که پارانوید شون، یعنی که ترس داشته باشن که والا پلیس پشتشان گرفتن و ای باید به هر قیمتی که باشه از پلیس خود خلاص کنن. زمانی که یعنی مواد مخدر مکررن، همی مروانا به شکل مکرر استعمال شود برای 2-3 سال، بعد از او این شخص میتونه شده که حتی یعنی اینمی نوی ترسی به نام پارانوید ایدیشن یاد میکنن به انگلیسی، اینمی تو احساس برشان پیدا میشن، یک تعدادشان رو میرن به مسجد پناه میبرن. ببینید تمام روز در مسجد ششتن، ریشش دراز، کلای سفیدم بسر، یک پیرانی از عربام خریده ورم، یک پیرانی دراز در جانشون. یعنی شرافتمندانه بگویم این تاثیری مروانست تا نی تاثیری مذهبی و عقیده اسلامی. پس چطور میتونیم که جوانا در ما بین، یعنی شرافتمندانه ایره بگویم برای تمام دوستان گرامی، برای ما قصه میکنن، میگن که والا ما فکر میکردم که اینمی شخص یک شخصی بسیار خداپرست و وطن دوست و یک شخصی خوبیست، ما برایش دوستی کردیم. بعد از میبینن بعد از 6-4 ماه درک میشه که این شخص نه از خداپرستی چیزی یا داره نه از با وطن پرستی میفهمن. پس یعنی ازدواج با اشخاصی که تحت تاثیر مواد مخدر است اثراتش چیست؟ ما انشالله که سر ازی هم صحبتی داریم. و در رابطه مریج، البته ازدواج در میان جوانا با چی شکل باشه، با چی اساس باشه، جوانا با سن و سالی، با کدام سن و سال برسن، و مسئله کمپاربیلیتی دریجه، یعنی توافقی روحی بسیار مهم از دوستان گرامی. و سرزی انشالله که صحبت میکنیم دوستان گرامی که سوال داشته باشن، و یک تعدادی از دوستان گرامی از اروپا در رابطه دپرشن و یک تکلیفی که در اروپا وجود داره به نام سیزنال افکتیو دیسوردر میگن، یا ساد، S-A-D، ساد میگن، یعنی که سیزنال افکتیو دیسوردر زمان که اینمی وقتای طرف های خزان و آخر خزان و زمستان میشه، در اروپا یک تاریکی مکمل
از طرفی روز هم می باشد، بارش متواتر می باشند. پس کسانی که آفتاب کمتر ببینند مقداری سرتونینش کمتر میشه، مقداری ملاتونین که یک نیوروترانسمیتر دیگه است در مغز ما شما او زیادتر میشه و امکانات زیادی وجود داره که همین سیزنال افکتیو دیسوردر برای اشخاص پیدا شود. در خدمتتان هستم دوستان گرامی که سوال داشته باشند لطفاً بعد از پروگرام، یعنی یک تعدادی کسی دوستان لطف میکنن بعد از اینکه ما از تلویزیون رخصت میگیریم از استودیو میبریم تلفن‌هایشان میان و یک تعداد دیگه از دوست هستن که مستقیماً با آفیس تلفن میکنن. لطفاً آفیس تلفن مکوی، در آفیس نمبر آلتا نوشته دی خود تاسی پا اغل تا تلفن مکوی. یو آقای چی باز دوستان که اپوینمنت جوری درست ده ز تشویقون تاسو آفیس تا تلفن اکی. اما در طول و معزز اولیدون کنه چه در تلویزیون پا خاطر باندی تماس نیسی، زما خواهش بیام تاسو نداده چه لطفاً زما کلینیک تا تلفن مکوی 1500 1500 4500 0. دا د استودیو نمبر دی، تاسو مستقیما کولای شئ چې استودیو سره تماس ونیسئ. زه انشاءالله چې ستاسو په خدمت کې. در رابطه اولاد کشیدن سوال کردن، ما اولادایی که مواد مخدر استعمال میکنن و یک تعدادتان ما میبینم، خصوصا امی مادر گرامی که جرأت کردن، یعنی تقریبا این تلفنی چندمش است که گریه میکنن، یک پیغام میمانن و میگن که ما اصلا کاملا رای خود گم کردیم، نمیفهم که چی کنیم. قطعی دخترم از سن سالش از 18 سال زیادتر است و شما بهتر میفهمین که دی ملک و ممالک غربی و اروپایی زمانی که سن و سال از 18 زیادتر شد، والدین نمیتونه که سری هم تو اولاد خود چی زن باشه چی مرد باشه مسائل تحمیل کنن، یا خودشان چویس دارن، خودشان انتخاب دارن، خودشان میتونن در زندگیشان تصمیم بگیرن و به این شکل والدین یعنی نمیتون مداخله کنن. اما یک تعداد والدینی که با رسوم و با انانات و قوانینی ممالک غربی اشنایی ندارن، یک دفعه جلالی میشن، احساساتی میشن و پشت دخترم میگیرن، او را لط میکنن، میزنن. بالاخره یکی که خود دختر یا بچه با پلیس تلفن میکنه یا همسایه، در اینجا خو همسایه که فقط همی صدایتان شنید، خصوصا که در آپارتمان باشین و مجرد که صدایتان شنید با پلیس تلفن میکنن، پلیس من شما را میگیرن و بندی میکنن. پس این یک مشکلی بسیار بزرگی است و در اینجا در این زمان سوالی که آیا همچو اولادا از خانه کشیده شوینی، ما فکر میکنیم که یک سوالی بسیار مهم است. زمخ که لدی چی پا دقی مسئله باندی خپل وقت تیر کما، فقط هم دوم را ارز کما معززو لیدون کتا چی در درگو او در مخدر و موادو استعمال پا زوانانو که فوق العاده زیاد دی، خصوصا پا اغا زوانانو که چی داغوی پا کور که تکلیف دی، اغا زوانانو باندی چی داغوی نتوقعات دا والدینو دیر زیاد دی، پا اغا زوانانو باندی چی اغوی دا فامیل دا خوانه دا یو عالم فشار لانی دی. تاستا بهتر معلومه دا چی دا زوانه وقت خصوصا پا غربی ممالکو که یو لک په 12 کلنۍ کې کیدای شي چې بلوغیت ته ورسی، یو جلی کیدای شي د لسو او یوولس کلو په عمر باندې بلوغیت ته ورسی. او بلوغیت زه ورته شخصا بغاوت وایم، هغه څوک چې یعنی د بلوغیت دورې ته رسیږي په دوی کې د دوی په وجود کې یو کیمیاوي انقلاب پا وجود باندی رازی. دغه کیمیاوی انقلاب را دی سبب گرزیگی چه دویتا یو نو تشنج او سترس پیدا شی. پا دغه وقت که دی چه دا زوانان دا والدین و دا خپل فامیل نه دا سپورت او دا پشتوانی او دا کومک ضرورت لری، نه دا چه دا والدین دا خوانه پا دوی باندی مختلف فشار نریشی.
د فشار په نتیجه کې د اولادونه زی الکول ته پناوي الکول نن د مکتب نه چې راوځي بیرون عملته ورته مغازي جوړې کړي سره د دې نه چې قوانین دلته داسې دي چې یو ځوان باید د فکر کوم په دغه اواخرو کې قوانین تغییر کړي دي دوی شکل نه ته لکه چې رسولي خو د دوی شکلونه کوم کمی وي الکول نشي اخیسته اغالک راضی لس ډالر پنځه ډالر په جب کې دي هلته د سټوپ مخکې یو بل څوک ولاړ دی یو بل څوک سودا کوي هغه ته پیسې ورکوي ورته وایي کاکا دغه ماته دغه الکول واخله یا د ځوانانو په منځ کې یو عالم الکول سره توضیح کیږي چرسو ته پناه وړي پس تاسې ګورئ د پیر پرشر په نتیجه کې او د تشنجاتو په نتیجه کې دغه ځوان الکولو او چرسو ته پناه وړي دغه شرایط د امکانات مهیا کوي د ځوان ته کله چې وګوري چې د الکولو د سکولو په نتیجه کې دوی ته یو کاذب سکون پیدا شوی دی یو کاذب آرامش د دوی په مغزو کې راغلی دی دوی د سټرس او د فشارونو نه احساس ته فاصلې کړی دی یعنې دوی تنې لرې شوي دی سټرس د دوی باندې کم شوی دی دا امکانات شته دی چې سایکالاجیکلي دغه ځوان بیا هم نورو عینو موادو ته نورو الکولو ته نورو چرسو ته پناه ویسي استعمال مکرر د دې موادو د دې امکانات مهیا کوي چې یو ځوان د نورو خطرناکو موادو ته د کوکین هیروین متامفرمین اکسټسي دغه ټولو موادو ته هغوی پناه ویسي په داسې شرایطو کې د دې امکانات مهیا کیږي چې دغه ځوان وجود دی کاملا د ډرګو سره ټالرنس پیدا کړي یعنی مقاومت پیدا کړي او د مقاومت په نتیجه کې دا ځوان دې ته مجبور شي چې زیات مقدار د موادو مخدرو استعمال کړي د مثال په ډول که پنځه کاله مخکې یو قطۍ الکول سکل یا یو ګیلاس الکول سکل پنځه کاله وروسته کیدای شي چې هماغه یو ګیلاس په پنځو ګیلاسو باندې تبدیل شي ترڅو دو عینی اثر د هغې نه واخلي لکه څنګه چې د یو ګیلاس نه پنځه کاله مخکې اخیسته مګر دلته ګورو چې هر ډرګ چې استعمالیږي هغه نه تنها د هغه شخص په مغزو باندې بد تاثیر کوي د هغې په مقابل کې ټالرنس او مقاومت پیدا کوي د هغه په وجود باندې بد تاثیر کوي د هغه وجود د مختلفو امراضو مشکلاتو سره مواجه کوي زه باید عرض وکړم دوستانو ته هغوی چې مخدرو موادو باندې یو وارې اډکت شو یعنی محتاط شو د دې زیات امکان موجود دی چې هغوی بالاخره د هر څه نه پناه واخلي او تنها الکولو ته لاړ شي الکولو موادو مخدرو ته لاړ شي کور ته خپل مذهب ته خپل عقیدې ته خپلو خلکو ته خپل کمیونیټي ته ټولو نه دی فاصله ونیسي او تنها هماغه ډرګ مورید دلخوا هغه کوم مخدره موادات چې ده ته احساس ته سکون او د آرامش پیدا کوي هغې ته پناه ویسي په داسې شرایطو کې د دې اشخاصو یعنی نه هغه ژوند او د ژوند هدفمندي ورکیږي ابجکټیویټي تن اغلا کیږي او دا شخص د یو عالم شخصي فامیلي اجتماعي صحي مشکلات سره لاس او ګریوان کیږي دوستان ګرامي سوالا زیات است مسایل بسیار زیات است و ما میبینم و انشاءالله که سری مسائلی ازدواج ما صحبتهایی داریم و یا اولادایی که مواد مخدر استعمال میکنن یا از خانه کشیده شون یا خیر سر ازی ما صحبت داریم انشاءالله قبل از اینکه ما با پروگرام خود ادامه بیتیم ما میخواییم که اعلان یک اعلان کتاب بریم بعد از اعلان انشاءالله ما در خدمت تانستم جای نرین و در پیشوی تلویزیون تان باشین و دوستان رو تقدیل میکنیم و تشویق میکنیم در این زمان که در رابط شرط نیست که حتمی زیر شما سوال داشته باشین یا شما مشکل داشته باشین اما دوستان گرامی که مشکلات صحی و روانی و امراض روانی داشتن یا دارن در فامیل خود میتونن مستقیما به استودیو تلفن کنن ما اعلان میشنم بعد از اعلان پس در خدمتتان هستم.
an action thriller based on the cultural history of Afghanistan. A former freedom fighter attempts to avenge his brother's death against the backdrop of a country fighting to maintain its freedom and territorial integrity. A complex and fascinating history points to a wealth of potential for the country with a vivid past. Available online at www.khalilromani.com/book. دوستان گرامی، بازم خوش آمدین با پروگرام دکتر رحمانی. سوالات زیادی داریم و ما فکر میکنم که وقتی ما معمولا محدود میباشه. ما میفهمم که دوستان گرامی با این پروگرام بسیار جدی ضرورت دارن، از ما سوال میکنن، عذر میکنن و میخوان که پروگرام زیاد شون. امیدواریم ایست که اگر این پروگرام ها سپانسر شوند از طریق بازی ارگانیزیشن ها، ما در خدمت تان هستم. ما میتونم که کلینیک خود بگذارم، بیم به استودیو تلویزیونی و در خدمت شما هستم و انشالله که خود بودم. قبل از اینکه ما در رابطه جوانایی که یعنی محتاط مواد مخدر میشن در رابطه یکیم از این زیاد صحبت کنیم، دوستان گرامی که سوال داشته باشن میتونن مستقیم تلفن کنن. اما در رابطه ازدواج که واقعا، یعنی یکی از دوستان گرامی از هالند تلفن کرده بود، گفتن که آیا یا میتونن که با بچه ای که سکیزوفرنیک است، در اروپا برش به نام شیزوفرنیا میگن، در امریکا به نام سکیزوفرنیا میگن، آیا با همچو بچه عروسی لازم است یا خیر؟ یعنی یک تعداد کسی ما شما در کلچر خود به یک عقیده بودیم که والا بچه که مریض شد فقط یک دختر برش بگی و جور و تیار میشه. این یک فکری بسیار پیش پا افتاده است، یک فکری غلط است، مخالفی نه تنها علومی امراض روانی است، بلکه مخالفی عقیده ما شماست. چرا که یک نفری سالمه زن است، دختر است یا مرد است، با یک دختری مریض فرزن ایرا شما ازدواج میتن، ازدواج میکنین، در میانشان ما فکر میکنم که یک ظلم است به هر دو شخص. کسی که مریضی سایکوسیس و سایکاریک دیسوردر دارن، سکیزوفرنیا دارن، اشخاص است که معمولا صدا میشدن، قطع خود خنده میکنن یا در دنیای خود غرق هستن. شما یک خانمی، یک جوانی بیچاره ای را میرین پیشان میشانین، از زن گرفتن خود نقل خوردن نیست. این مسئولیت داره، این چلنج هایی داره. در اینجا مسئله ای خانه ساختن و زندگی ساختن، فامیل ساختن است. پس ما مشوره ما با دوست گرامی که از هالند تلفن کرده بود ایست که لطفاً اولادتان اول تداوی کنین. با تاثر بگویم که سکیزوفرنیا معمولاً یعنی میتونه شده که تداوی شوه، ما کیوربل دیزیز نیست، یعنی کیور نمیشه، تداوی میشه. ما بارها از طریق این پروگرام ها گفتیم که ما یکی بر سه فلسفه برای سکیزوفرنیا داریم، برای مریضی سکیزوفرنیا. یکی بر سه از این مریضا میتونن که زندگی ما بین یعنی خانه و یا زندگی independent life که از خود داشته باشن، اپارتمان از خود داشته باشن و زندگی را پیش ببرن. شاید دوا بگیرن، شاید دوا نگیرن، اما اکثریت اوقات یا دوا میگیرن. گروپی یکی بر سه دیگه کسان هستن که در مابین دکتر و در مابین شفاخانه هستن، معمولا دوا میگیرن، بعد از مدتی تکلیفشان زیاد میشن. اینو به نام 5115 میگن، danger for yourself or to others. ای یا gravely disabled میگن، یعنی حالتی باوجود میه که مریض باید به شفاخانه بستر شود. و یکی بر سه آخری گروپ متاسفانه گروپی است که در شفاخانه عقلی و عصبی در موجه بستر هستند، تا روز مرگ در موجه هستند، زیر نظر دکتر و نرس و یا می باشند، دوای خود می گیرند، اما تا مرگ در موجه بخاطری هستند که اگر از شفاخانه می براین
امکان زیاد وجود داره برای خود با فامیل با اجتماع خطر برسونه. پس این اسکیزوفرنیا شد. دوستان دوست گرامی که تلفن کرده بود برشان ایره عرض میکنم که شما لطفاً بچه تان اول تداوی کنین، بعد از اینکه بخیر صدا شنیدن و چیزا خلاص شد و خودش به زندگی خود متوجه شد و فهمید که زندگی یعنی چی، آیا میخواهی که زن بگیرن یا خیر؟ اگر خواست که زن بگیرن، این حق مسلمشان است و ما شما یک عقیده بسیار پاک و مقدسی داریم نام خدا. مسئله ایجاب و قبول در اینجا مسئله اینه نیست که به زور گرفتن در اینجا یعنی وجود نداره. در کلچری ما شما به زور بچه هست دختر خبر نداره، دختر از بچه خبر نداره. برادرها دو تا برادر هستن که یا ببخشید در تلویزیون آریانا افغانستان دکتر احمدی هستن، بفرمایید. Bali, before myself. Hello, can I speak to Dr. Rahmani, please? Yeah, this is Dr. Rahmani. Dr. Rahmani, but he is talking at the moment. He's on TV. Yeah, I am on the TV and talking to you right now. Go ahead and ask your question. All right, so you're Dr. Rahmani, are you? Yes, I am Dr. Rahmani. Okay, Persian. Yeah, you can ask me in Persian, you can ask me in English, you can ask me in Pashto and Dari. Okay. But ask your question, please. Salam alaikum. Salam. Salam, sir. از کجا تلفن میکنی برادرم؟ از کجا تلفن میکنی؟ من خودم از بلفاست، نورثرن آیلند. واو، نورثرن آیلند. نام خدا، نام خدا. در اونجا پروگراما رو میبینن؟ پروگراما رو بلیا. بسیار عالی، بسیار عالی. و نام خودی چیست؟ نام من هست. خب، بسیار خوب، بسیار خوب. سوالتان میتونی مطرح کنی؟ بله. بله، میشنوید؟ ما میشنویم. فقط تلویزیون تان یک کمی پخش کنین که ما خودت بتونیم صحبت کنیم. خب، بله. بله، دکتر صاحب. بله، بله، بفرمایید. خب، یک مشکلی داشتم. بله. میخواستم کمی که روشنی در مورد این چی کنیم. خب دیاگنوز به حساب بی پی دی شده از من مدت دو سال دو نیم سال به حساب بارلاین پرسنالیتی دیسوردر. بله بله بله. اگر چی میکنم بگر کمه که شما معلومات بچه‌شم در پالوی بارلاین پرسنالیتی دیسوردر و تکلیف بایپولر یا دپرشن ای چیزا خو نداری؟ همه چیز است، اما واقعاً قطعی بوردرلاین پرسنالتی دیسوردر معمولاً مسئله بایپولر امراض می باشه. و شما رو کی گفته است؟ دموجا دکتر سبا معالجه کردن، گفتن که شما بوردرلاین پرسنالتی دیسوردر دارین. دکتر سبا اول خب با حساب PTSD تشخیص کردن، بایپولر بله. و مرور زمان بسیار زیاد همون حالت وزن خراب بود، دایی که دیگه یا تحقیقاتشان زیاد شد به حساب جونیور دکترها هم اینجا به کلینیکی که هست و می باشم به حساب اوت پیشنت. بله. هفته یک بار دو بار چی میکردم. اینجا جونیور دکترها هم بود و سینیور دکترها هم بود و هستن تا اینکه بالاخره یا تحقیقات زیاد کردن و دیاگنوز همراه با سوماتایزیشن نگم. بله بله سوماتایزیشن یا دیاگنوز کردن دیگه. به هر حالت پیش من خودم دکتر صاحب چون دپرشن از مدت شاید که 5 سال 6 سال شاید هم زیادتر. بله بله واقعا. حتی که در مکتب بدون مشکلات داشتم. بله بله واقعا. خودم نمیفهمیدم و هیچ معلومات نداشتم و دوارم چیز نمیدادم تا اینکه میدم میدم میگه تغییر کرد و حالت ما دیگر هم خراب کرد.
چرا پی تی اس دی دارین شما؟ خب بله. اینجا هم که ما چیز کردم، اینجا هم یا چیز نکردن، گفتن دوا نداره و بر حالتش. تا اینکه من خودم با یک دوای همی انتی دپرس که به حساب سابق هم تو خاطره خوب ازی داشتم، شروع کردم به 40 میلی گرام. چیست دوای تان؟ حالت این وضعیت هم خوب شده. دوای تان چیست؟ چیست؟ پاروکسیتین. بسیار. و شما گفتین PTSD هم تشخیص کرده بود. شما خود جنگ، قتل و قتال، مرگ و مردن، این چیزا رو به صد چشم ندیدین؟ نه خیلی در تشت از طفولیت با حساب در افغانستان که بوده مشکلات اقتصادی بود، یکی بله بله واقعا جنگ و جدل هم زیاد بود. بله. اوزا قسمی که فعلا جریان داره و میشه که در کارهای خود، در کاروبار خود، در چیزهای روزمره خود و فکر آرام رسیده کرده نمیتونست. بله میفهم. علاوه از این مشکلات خانه و چیزا هم بود. بله. در محیطی بودیم که واقعا زندگی برمام تو دشوار سخت. میفهم. علاوه از این به حساب در مکتب و چیزا زیاد نسبت مشکلات اقتصادی و چیزا هم تو چی میگم؟ با وجودی که بعضی فشارها از طرف فامیل و از طرف خانه سر من است که به حساب کار یا به حساب درس و چیزا دیگه، باز هم هر قدری که چی میتونم امی مشکل قسمی است. دکتر شد که دیگه در هدف امی هدفی که مثلا چی دارم از او، شاید که مثلا امروز یک تصمیم خاص بگیرم روز دیگه ایش در او تصمیم خود استاد نمی باشیم، استاد نمی باشیم. بله واقعا جریان دارد. معقول قدر که بالای از این چی کنم، ولی بله. این مشکل خب با وجوده که اگنور میکنم، ولی این مشکل در چیز خود استاد است. بله. و هر حالتش در پشتر مدامی دوا بسیار دیگه خورسند است. بسیار خورسند است. انتی دپرسا و چیزا قبلا استفاده کنیم. خب بسیار. تا یک ماه دو ماه افکت داشت، بعد از او امی سیمتوم هایی که دمه بود یارا و قدر تاثیراتی نداشت. بله. ولی این دوا فعلا ماهی پنجم است که استفاده کردیم و دکتری که زیر چی از او بودم قبلا در افغانستان او را پرسان کردم، در چل بیشی گفت دمو دوا بگر ادامه داده برو، ماهی پنجم است. شکر دمو بسیار زیاد خوش است. بسیار خوب شم. بسیار عالی، بسیار عالی. فعلا چند سال هستی خودت؟ اینجا دکتر ساید بسیار زیاد می بخشید، من کمی هم امون قسم هیجانی وارد شده. فرق نمی کنه. اینجا پرنجانم شده، مالنجانم شده، من گفتم برای خودتان خوب می شه زنگ بزنم یک مشاوره خودتان. بسیار عالی، ما بسیار خوش هستیم. اگر در مورد یعنی مشکل معلومات بتون، شاید چون یا معلومات قسم تیبی و چیزا ندارم. بله. در افغانستان دکتر شد شاید دو فامیل یک نفر اگر مشکل داشته باشه، بیوزی از که او را سپورت کنن، بیوزی از که بجزو را بزیرا و چی نشان بدن، در اکسوره توهین میکنم. بلی معقول 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 معقول. ما بسیار خوش شدم صدایت میشنم جوان عزیز، و از طریق تلویزیون گوش بگیرین. ما براتون تشریح میکنم که borderline personality چی مفهوم، دپرشنتون چی مفهوم، و چی میتونین کرده در پالوی پاراکسیتینی که 40 میلیگرام میگیرین تا تکلیفتون از بین بره بخیر و سر خود با سر زندگی خود کنترل داشته باشی. از طریق تلویزیون گوش کنید. بله. چی ازت میخوام؟ خواهش میکنم. پس اولی چی است؟ از ما به حساب چیش بسیار احساسات ما با تمام مشکلات با احساسات ما است. دیگه اکثری وقت بسیار زیاد اما امپورسیت میشه. میفهم. ولی چیست در درست تا حدی را میتونم بعضی اوقاتا بسیار زیاد مشکل بود. خوشی به این میکنم که امی دوایی را که فعلا چیز میکنم و امی احساسان که من دیگه مشکل ها هست هنوز هم جریان دارم. بله.
ولی دلیل احساسات من یگانه چیزی بود که من میگفتم یک رای البرزی پیدا شد. بسیار عالی. چیزی که من آینده دارم در آینده بسیار کارهای مثبتی است که باید رسید. بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار عالی. خوب هستم. بسیار عالی. لطف میکنید. زیاد خواهش میکنم. وقت کانال نمیگیرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. از طریق تلویزیون گوش بگیرین. جهانی سپاس از تلفنتون. خدافظ. خدافظ. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدافظ. جوان گرامی باید عرض کنم که مسئله امراض روانی با تاثر بگیم که تنها شما نیستین، با میلیون ها مردم افغانستان به این مشکلات دوچار هستن. مسئله دپرشن یا دقیقیت عمیق، مسئله PTSD یا پوست تروماتیک استرس دیسوردر که در نتیجه جنگ و در نتیجه قتل و قتال برای مردم پیدا میشه، مسائل سایکوسیس و سایکاریک دیسوردر، سکیزوفرینی از او ناحیه، مسائل انگزایتی دیسوردر، یا که عالم امراض روانی با تاثر بگیم که امروز در جامعه افغانی حاکم هستند. پس این مسئله را جدی متوجه باشین که شما تنها نیستین و احساس نکنین که مریضی تنها نصیب شما شده. یعنی بر اساس بعضی از ریسرچ هایی که صورت گرفته میگن در حدود 93% 93% 93% مردم افغانستان با شکلی از اشکال توسط امراض روانی متاثر هستند. 65% مردم قرار وزارت صحت عامه افغانستان در وقت آقای کرزی به این نتیجه رسید که 65% مردم افغانستان با امراض گوناگون روانی دچار هستند. این بدون شک که علت خاصی این امراض جنگی خانمانسوزی که در افغانستان همه روزه زبانه میکشه و همه روزه زیادتر شده رفته، با تاثر بگویم که مسئولیت ای ابراز روانی را با عهده دارد. پس در اینجا چند مسئله را باید شما متوجه باشین. ما میفهم که سلسله سوالات دیگه ای داریم که در رابطه هم باید صحبت کنیم قبل از اینکه پروگرام ختم شود. من تا با شما قدر می فهمانم که شما در زندگیتان ببینید در نصف شب تاریکیتان همیشه امیدواری صبحگاهی روشن باشه. هرگز با افکار منفیتان تسلیم نشین. شما افکار منفیتان نیستین. شما افکار موجودی کریم هستین، موجودی خوب هستین. به شرطی که اینمی مسئله نه تنها ای افکار در عاداتتان باید تبارز کنه، و ما بارها گفتیم که افکار مادر عادت است. هر فکری خوبی که در مغزتان شما اجازه میتین خطور کنه باعث از این میشه که یک عادت صحی برای شما پیدا شود. طور مثال اگر فکر کنین که شما از هیچ کس کم نیستین و هیچ کس زیاد هم نیستین، با دیگرا تساوی دارین، با دیگرا مساویستین، نی از کسی کم نی از کسی زیاد، اینمی یک حالتی بسیار خوبی روانی براتون به وجود میاره. ما برها از طریق برنامه ها گفتیم همیشه امیدواری را شعار زندگیتون بگردانین. امیدواری یا hopefulness یا hope H-O-P-E hope، ایره امیدواری میگن. امیدواری بهترین واکسین است که در مقابل نه تنها امراض روانی بلکه در مقابل امراض فیزیکی هم میتونه شده که استعمال شو. این بهترین واکسین است. با دوستانتان که بعضای فامیلتان که امرایتان ششته و پروگرام میبینن، مشوره ما با یایی است که لطفاً با اشخاصی که تکالیف امراض دپرشن و امراض روانی دارن با یا همچون معامله کنین که امراض دیگه فیزیکی دارن، مانند مریضی معده، مریضی شکر، مریضی کانسر، مریضی کلسترول و هایپرتنشن و تمام این امراض. پس لطفاً
مریضای روانی رو به خاطری درک کنیم که شما شاید از بیرون فکر کنین که یا سرخ و سفید هستن، چرا نمیرن به مکتب، چرا نمیرن به کالج، چرا کار نمیکنن، در حالی که اینمی جوانا، اینمی مریضا از بیرون خوب مجلل معلوم میشن. ما یکان وقت حیثیت یک تعمیر مجلل به یا میتن، تمام دیوارش بسیار خوب روغن شدگی و رنگ شدگی است، اما به مجردی که داخلی ای تعمیر میشی هیچ اتاقش جور نیست، همه ای اتاقا ویران شده. شما لطفا به مریضتان به دیده احترام ببینین. تکالیف امراض روانی به این مفهوم نیست که شخص بیکار است، به این مفهوم نیست که شخص ذلیل است، به این مفهوم نیست که شخص از دیگرها کم است، ای به این مفهوم است که شخص در شرایط فعلی با سلسله امراض روانی دچار است و با کمک یک دکتر متخصص، یک سایکولوژیست، یک سایکیاتریست ضرورت دارد. بر صورت دوستان گرامی، با دوست جوان عزیز خود باید عرض کنم که لطفا اکسرسایز کو از طرف روز حداقل یک ساعت، آویتا زیاد کو، مقداری آویتا زیاد کو. پراکسیتین درست است که 40 میلی گرام میگیری، امرش خوب استی، اما خواهش ما از شما ایست که در زندگیتان یک امیدواری، یک هدف مندی را به وجود بیارین. زندگیتان، زندگی روزمره‌تان مصروف بسازین. Borderline Personality Disorder، من نمی‌فهمم که کی براتان این تشخیص داده. معمول این تشخیص بعد از 18 سالگی به یک مریض ما میتم و این حالتی است که یک طفل در ایام طفولیت نتانسته ارتباطی صحی با مادرش یا با پدرش و با یمو فامیلی سیستم یک ارتباطی صحی داشته باشد. لازم نیست و یک بحثی بسیار تفصیلی است، اما شما کوشش کنین در بعضی اوقات شاید زودتر غصه شوین، جلالی شوین، زودی که در چیزها را بشکنانین یا ای که از دروازه را بزنین، یا چیزها شاید شوه. و ما از مریضای خود میشنم که همه تو عادت از خود تبارز میکنن. شما لطفا در هم شرایطی که احساساتی میشن چند تا تنفس عمیق کش کنین، تنفستان از طریق بینی بگیرین، برای 10 ثانیه تنفستان حفظ کنین، بعد از 10 ثانیه ایستای که تنفستان از طریق دانتان خارج کنین. ببینین از 5 الی 10 تنفس شما تا چی اندازه میتونین حالتی کنترل سر خود داشته باشید، چرا که در اینجا مسئله اتونومیک نروس سیستم مطرح میشه. زمانی که احساسات سر ما غلبه میکنن، اتونومیک نروس سیستم ضربان قلب ما را بلند میسازه، وجود ما شما را عرق میسازه، وجود ما شما عرق میکنه و یک حالتی هیجانی برای ما شما پیدا میشه. شما لطفا از طریق تنفس عمیق میتونین ضربان قلبتان آهسته کنین، میتونین شرایطتان صحی بسازین و اگر شرایط خانه غصه میشه میتونه بیرون برایم برای یک 5 دقیقه 2 دقیقه و یک تغییری خاصی انشاءالله در صحت و سلامتتون با وجود میاره. سوالی اخیری که البته ما سوال زیاد است، مسئله دپرشن، ما فکر میکنم تا جایی صحبت کردیم، اما در رابطه عروسی جوانا، اولی که لطفاً والدین گرامی جدی برای شما عرض میکنم لطفاً اولادایتان که سن و سالشان از 18 سال کم است به هیچ صورت اجازه نتین که عروسی کنن. چرا زمانی که در کالج یا در مکتب، البته 18 سالگی تا هنوز در مکتب های سکول هستن، به انگلیسی به نام سویت هارت یاد میکنن، کسانی که در مکتب در همسنفیشان است یک دفعه جذبشان میشن که دوست میداشته باشن که دختر به خانه تان میان، بچه میرن به خانه دختر و بدون از اینکه نکاح شده باشن، که در قدم اول یک کاری موضوع نیست. ما فکر میکنم که به هیچ صورت تشویق نکنین عروسیایی که سن و سالی از 2 جوان کمتر باشه. در پهلوی از این بسیار مهم است با والدین محترم، اگر خواسته باشین در آینده درد سرتان کم شوه، مشوره ما با شما ایست که بچه باید حداقل 26 ساله و دختر اگر در حدود 22 الی 24 باشه، این بهترین وقت عروسی شان است. دختر به هر اندازه‌ای که جوان باشه اولادهای صحیح را تولید میکنن، یعنی در
حدود 20 الی 30 سالگی اینمی تولد اولاد هاست و اکثریت ما شما ازدواج که میکنیم به خاطر خانواده ساختن و فامیل ساختن هستند. پس اولادهای صحی ارزو و ارمانی نه تنها عمود شخص جوان است، بلکه پدرکالان و مادرکالان و تمام فامیل اینمی توقع دارن. در مسئله بعدی شما لطفاً کوشش کنید که مسئله کمپربلیتی، به انگلیسی کمپربلیتی میگن، یعنی توافق روحی را در مابین دو جوان، توافق روحی از ناحی علم، از ناحی کلچر، از ناحی عقیده، از ناحی جهانبینی، یک توافق کلی روحی در مابینشان وجود داشته باشند، در اون صورت شما میتونید که جوانانتان تشویق کنین و با شکل امور رسومی عنانویتان پروگرامیتان را تعقیب کنین. نگذارین که جوان فقط بگوین والا ما اینمی را میگیرم، ما خدافز و اینمی زن ماست و اینمی شوهر ماست. ما برتان اطمینان میتونم در سن و سال 16 سالگی و 17 سالگی تا 18 سالگی شما حاکم هستین، پدران و مادران گرامی شما سرشان حاکم هستین، شما اجازه ندین هیچ چیز کردن نمیتونن. بعد از 18 سالگی برشان تشویق کنین که یا در تعلیم، تحصیل، در زندگی خود پیش برن. شرافتمندانه برتان میگم در محیط غربی بسیار مهم است، برای خصوصا برای خانما. یعنی ما در این 20 سالی که ما دکتر هستم، دکتر امراض روانی در این کالیفرنیا، صدها کس برای ما روان کردن از طریق کورت، از طریق فامیلا، از طریق پلیس، از طریق سوشال سرویسز. ببینیم جوان ها عروسی میکنن، بعد از 3 ماه 6 ماه از هم طلاق میگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه کافی یا کافی درست نبود، یا نانی درست نبود، یا یک مسئله یک بانگیری به خاطر یعنی جدایی در اونجا مطرح میشه که در ذات خود یک ظلم است با مو پدرکلان و مادرکلان، با پدر و مادری مو جوانا که وات. یعنی یک حالا شرافتمندانه برای ما قصه میکنن مردم در حدود 40,000 دلار از افغانستان خانه خود میفروشند، میج میرن در امریکا، در کالیفرنیا، در می شمالی کالیفرنیا پیسه خود میرن میزنن پیسه خود سری بچه خود. 40,000 دلار برای خوارم لاکتی طلا بخر و برای برادرم یک ساتی چطورکی بخر و به این شکل و یک مجلسی مجلل و 500 نفرم دعوت کو و هر به این وقتا تقریبا یک پلیت برای ما میگن که در حدود 40 دلار است. 500 دلار در 20,000 دلار خود تنها مسئله غذایی شد. داری رابطن هنرمند است، در اینجا کمره است، در اینجا لمزین است، در اینجا مصارف دیگه خانم است و بچه است و چطور و چنان 40,000 دلار مصرف میکنه در ظرف 6 ماه دختر بچه را ایلا میکنن. اما مرد بعد روی خود میزنن به پیش ما میگه دکتر صاحب برای ما کمک و بلیاج خدا می پیسه ما رفت و زنم رفت و بچه را میگم که تو برو پشت زنیت، حال خود زنیت است، برش حضور کو که از خودت خفه است، برش بگو که بیا پس. میگه برای ما میگه که that's none of your business. شما سیل کنید. یعنی این مسائل است که واقعا باید قبل از اینکه سری مسائل عمل شوه باید ما شما متوجه عواقب ازی باشیم. لطفا دوستان گرامی، ما میفهم که سوال زیاد است و مسائل زیاد است و در رابطه دپرشن چندین دوست گرامی سوال کرده بودن. اولاد کشیدن، اگر اولادا را بچه ها باشن از خانه میکشین، ما شما میفهم که در کلچر افغانی دختر کشیدن از خانه شاید یک مشکل دیگر برتان خلق کنه. اگر دختر روی سرک بره یک حالا مشکلاتی سر کس سرش حمله میکنه، یک حالا مشکلات دیگر در زندگیتان با وجود میارن. بچه هم که میکشن ما فکر نمیکنم که کدام فایده خاصی را با وجود بیارن. لطفا با یا طوری نشاندهی کنن که یا باید برن با تداوی خود و به این شکل به زندگی خود متوجه شون. ما در خدمت تار هستم. دوستان گرامی که سوالات داشته باشند در رابطه، نمبر آفیس ما در روی صفحه تلویزیون تار نوشته است، 502-445-1015
وقتی ما به پایان رسیده با ختم اعلان کتاب از همه تان خدافیزی میکنم و خداوند یار و مددگاری همه دوستان گرامی. خدافیز. The Cultural History of Afghanistan. A former freedom fighter attempts to avenge his brother's death against the backdrop of a country fighting to maintain its freedom and territorial integrity. A complex and fascinating history points to a wealth of potential for the country with a vivid past. Available online at www.khalilromani.com/book.